در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با خانم مقدس هاشمی، مسئول رسانه‌ای الفا مدیا. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام، وقت شما بخیر، سپاسگزار. ممنون. خانم هاشمی، میخوام از شما پرسم به یک زنان بازرگان در حال حاضر در افغانستان با چی مشکلات اینا سر دچار هستند؟ خب سلام مجدد به شما و به تمام بیننده‌های عزیز شما که الان ما تماشا میکنن. خب این فکر میکنم بس خیلی کنه شده ای که مشکلات بانوان بازرگان که میخواین کار بکنن، فعالیت بکنن چی هست. از مشکلات صنعتی مثل برق گرفته تا مشکلات سیکوریتی و امنیت و و و مشکلات کلانشان ای است که به اونا ابتدا قرضه ها خیلی محدود است، بعضی که خانم ها بتونن قرضای بانکی بگیرن و یا هم سهولت از این نیست که اونا یک ایده تجارتی دارن اما اونا نمیتونن که نهاد نیست که سپورت بکنن. اگر نهاد هم هست بعض مشکلات خودش داره که نمیتونن. هرچند در این اواخر، در سالهای آخر ما هم شاید از این هستیم که دختر خانم ها که ایده تجارتی دارن خصوصا در بخش صنایع دستی خیلی پررنگ بودن، اما متاسفانه در بخش های دیگه دختر خانم ها نتونستن که خیلی نقششان پررنگ باشن و چالش ها و مشکلات که همونطور گفتم در عرصه مختلف خیلی گوناگون بوده. ما نمیتونیم که فقط یک مشکل دو مشکل او را مشخص کنیم یا منشنش کنیم. خانم هاشمی، شما گفتین که بس مشکلات زنان و بازرگان در افغانستان خیلی کنه شده. آیا این مشکلات حل شده یا که هم حل نشده باقی مونده که کنه شده؟ این مشکلات از گذشته وجود داشته، امروز هم وجود داره. ما اگر گفتیم که بحث کنه شده به این دلیل نبوده که یعنی بحث دیگر کنه شده و بالای کار صورت گرفته. این بحث هرچند کنه شده میره اما وجودش هنوزم تازه است، چون برش رسیدگی صورت نمیگیره. ما امروز در نشست که داشتیم مشخصا در بخش تحصیلات بود، در بخش فرصت های کاری که دختر خانم ها چه رقم امروز روبرو میشن که فرصت های کاری خیلی اندک است با دختر خانم ها، ما بالای از این موضوع صحبت کردیم و دیدیم که دختر خانم هایی که حتی از ولایات آمده بودن چقدر ایده های خلاقانه داشتن و ایده هایشون اگر بالای از کار صورت بگیره چقدر میتونه که تغییرات مثبت در جامعه ما ببینیم و شاهدش باشیم. اما متاسفانه که دولت ما همیشه اینا را به خیلی جدی نمیگیره و بالای سرمایه گذاری صورت نمیگیره و مطمئن هستم اگر بالای از این کار صورت بگیره یک قشر عظیم از جامعه میتونن که سرپای خود استاد شوند و زمینه کار به خانمهای دیگه و بانوان دیگه فراهم بسازند. شما گفتین که تعداد زیاد از دختر خانم های هستند که فکرهای تجارتی دارن. خب حکومت افغانستان هایی که مسئول از اینا چگونه میتونن که زمینه سازی بکنن کسانی که فکر تجارتی دارن او را بیارن در عمل پیاده بکنن؟ خب ما اتاق تجارت بین المللی زنان داریم، ما اتاق تجارت داریم، ما وزارت اقتصاد داریم، ما نهادهای دیگه داریم که باید سپورت بکنن اینا را. اما متاسفانه نسبت مشکلاتی که وجود داره، مثلا مشکلات اداری از کاغذ پرانی از نهادهای دولتی ما و دختر خانم ما نمیتونن که مثلا اگر یک دختر خانم بخواد طرح خود به وزارت اقتصاد، به وزارت تجارت بره پیشکش کنه که به او سپورت شوه، به او پول داده شوه، به او هزینه داده شوه که بره می تجارت خود، می کار خود سرش کار بکنه، ایره رونق بده، ای با چالش های روبرو میشه، با مشکلات روبرو میشه که واقعا اون دختر خانم از کار که میخواد انجام بده دل سرد میشه و از اون کار ای پای خود کنار میگذاره و میگه ازی که من برم و با مشکلات بیشتر از این دو چهار شوم خوب است که من پایم پس بکشم. و این تنها مربوط به دختر خانم نمیشه، حتی آقایان هم با این مشکلات دو چهار هستن، چون کاغذ پرانی زیاد است، فساد اداری به اوج خود رسیده و این تمامش مانع از این شده که آقایان و در پولیش دختر خانم ها به خصوص از این خیلی ضرر ببینن. خب رای حل چی است؟ شما با حکومت افغانستان چگونه یک رای حل را به خاطر حل مشکلات زنان بازرگان پیشنهاد میکنید؟ خب من فکر میکنم در نهادهای دولتی ما پلیسی سازا داریم، ما کسایی داریم که اونا هستن و بالای ازی باید کار بکنن، اونا حداقل از بودجه ما استفاده میکنن، به اونا معاش داده میشه، اما اونا کسایی هستن که استخدام شدن و بین این کار با استخدام شدن تا اونا بیاین کار بکنن، فضا رو به ما باز بسازن. خب ما جوانا راه حل پیشنهاد میکنیم، ما همچون برنامه رو برگزار میکنیم، ما به حکومت میگیم که اینطور جوانا وجود دارن، اینطور ایده ها وجود داره، بیاین کار بکنیم. ما امروز از اداره تدارکات ملی اونجا مهمان داشتیم، رئیس اداره تدارکات ملی ما با خود داشتیم، آقای نادر نادری ما با خود داشتیم و ما با اونا همین ایده ما رو شریک میسازیم، به صورتی که ما در برنامه های گذشته ما شریک ساختیم، اما متاسفانه کار بالای صورت نمیگیره.
و ما از تمام نهادهای دولتی می‌خوایم که سولوشن های راه حلایی را که ما بهشان پیشنهاد می‌کنیم لطفاً اون را جدی بگیرن و بالاش کار بکنن. میشه که اشاره بکنین که کدام راه های حل تا کنون شما پیشنهاد کردین؟ خب من نمیتونم که مشخصاً منشن کنم یا یک چند مورد را شما میتونین بگین. این راه حل بوده یا او راه حل بوده؟ مثلا ما از نهادهای جامعه مدنی هستن که مثلا اونا میتونن راه حلای را پیشنهاد بکنن. اگر از بحث اقتصادی کنار بریم در بحث سیاسی بریم، از ما کرده بیشتر در بحث‌های سیاسی کارشناسا میان طرحا میتن، گپا میزنن، سخنای نو میزنن، پلیسی جدید پیشنهاد میکنن. خب هر کسی یک طرح جداگانه داره. متاسفانه که راه حل را که شما پیشنهاد میکنین به حکومت افغانستان منادهایی که مسئول هستن مشخصا میتونه چی باشه؟ خب اما طور که ما قبلا امرایشان این دختر خانمایی که قبلا ما برنامه گذشته هم داشتیم به نام استارت اپ، دو دختر خانمایی بودن که ایده تجارتی داشتن، ما او را امرای نهادهای دولتی هم شریک ساختیم، اما متاسفانه که کار صورت نمیگیره. خب ما راه حل پیشنهاد میکنیم، ما میگیم که از این طریق این طرح هست، بالاش این گونه کار کنین و مثلا شما خوبتر میدونین وقتی یک طرح پیشنهاد میشه تمام مشکلات، چالشاش، پرامومایش، چینلایش که از کدام طریق ما پیش بریم تمامش اونجا مشخص میشه. ما با یک پلتفرم مشخص واضح ما میریم طرح خود پیشنهاد میکنیم و دو اونا باید اقدر تواناییش داشته باشن که بفهمن که از کدام طریق باید ریبلد بکنن، یا ما برشان میگیم که از این طریق باید سپورت شوید رقم باید ماید شوید. اما متاسفانه این کارکشی صورت میگیره، وقتکشی صورت میگیره و بالایش بیشتر توجه صورت نمیگیره. بله، از طریق کاربار که در حال حاضر زنان بازرگان در افغانستان ایجاد کردن چقدر فرصت های کاری بر زنان دیگر فراهم شده؟ همونطور که ما گفتم خوشبختانه ما در این برنامه که ما داشتیم ما به پیش بیشتر از خانمایی که مصروف تجارت بودن رفتیم و واقعا که وقت اونا رو میدیدیم اونا کسایی بودن که از بودجه شخصی خود و یا هم از حمایت بعض موسسات کمک گرفته بودن و مو تجارت خود شروع کرده بودن و این بیشتر در بخش صنعت بود. من تو گفتم صنعت دستی، مثلا ما لباس های وطنی ما رفتیم در کارخانه هایش، خیاطی خانه هایی که بوده که دختر خانم ها اونجا کار میکردن و این به ما بسیار خوشایند بود. حداقل دختر خانم هایی که نتونستن تحصیل بکنن با اونا هم زمینه کار فراهم ساخته بود و ما از اینا بسیار خرسند هستیم. اما بازم براتون میگم که اینا بدون سپورت دولت کارخانه های خود فعالیت شو آغاز کردن و فعلا فعالیت دارن. این تمامشان از اون بودجه شخصی خودشان بوده و یا هم سپورت بعض از نهادها بوده. بله، میخوام کوتاه شما بپرسم به این که اگر یک تجارت زن کسی میخواد که موفق شود به ویژه خود زن بازرگان چی کارهای نیاز است؟ خیلی کوتاه. آها، خب ابتدا نیازهای جامعه باید مشخص شود که ما در کدام بخش جامعه نیاز داریم. البته من فکر میکنم که افغانستان کشور است که سرشار از کشور است که چگونه به شما بگم خیلی از فرصت ها وجود داره، خیلی وجود داره و دختر خانم ها میتونن که امون نیازهای ارشد دخترها را منشن بکنن و بالای زکار صورت بگیره و طرحهای جدید برش بسازن. بله، تشکر، سپاس از اینکه شما با ما زیافتیم. خیلی